سیستم مورد نیاز نرم افزار پازر همه ما میدونیم وقتی که بخوایم یک نرم افزار رو برای سیستم نصب کنیم و اون نرم افزار بخواد به خوبی اجرا بشه نیاز داره که سیستم ما توانایی اجرای نرم افزار رو داشته باشه بنابراین نرم افزار پازر هم برای اینکه به خوبی اجرا بشه نیاز داره که یک حداقل شرایطی و بستری برای اون فراهم بشه در اینجا برخی از مواردی که نیاز هستش که سیستم ما داشته باشه رو براتون عنوان میکنم در اینجا نیازهایی که سیستم ها باید داشته باشه که بتونیم نرم افزار رو برای اون اجرا کنیم به این صورت هستش که از ویندوز 8 یا 8 1, 7 ویستا یا XP نسخه 64 بیتی رو پشتیبانی میکنه و ما میتونیم در این سیستم عامل ها این نرم افزار رو به خوبی اجرا کنیم پردازش کردنم از نسل پنتیوم فرم یا جدیدتر اون با سرعت 1 گیگاهرتز پیشنهاد میشه و آلتون 64 یا جدیدتر اما چیزی که این نرم افزار خودش پیشنهاد میده یک ممیز 65 گیگاهر سرعتش هست و یا بیشتر از اون همچنین یک گیگابایت هم حداقل رمی هستش که سیستم ها باید داشته باشه اما چیزی که خود این نرم افزار پیشنهاد میکنه 4 گیگابایت یا بیشتر هستش کارت گرافیکی هم که این نرم افزار از اون پشتیبانی میکنه اوپن جی هستش موارد دیگه میتونیم بگیم که صفحه نمایشگر ما باید حداقل دارای رزولوشن 1440 در 900 باشه 3 گیگابایت هم فضای خالی هاردیکس رو داشته باشه سیستم ما که بتونیم این نرم افزار رو برای اون نصب کنیم و چیزی هم که خود نرم افزار پیش میده 6 گیگابایت هستش سیستم ما داره دیویدی رام باشه و همچنین قابلیت اتصال به اینترنت رو برای برخی از مواردی که نیاز هست که به اینترنت متصل باشیم رو داشته باشه همچنین مرورگر که سیستم رو باید داشته باشه اینترنت اکسپلورر 7 یا جدیدتر اون باشه نرم افزار ادوب فلش پلیر 11 یا جدیدتر برای سیستم ما نصب باشه و همچنین ادوب ایر هم برای سیستم ما نصب باشه تا بتونیم از اونها در طول پروژه خودمون استفاده بکنیم از موارد دیگه که پیشنهاد میشه برای سیستم ما نصب باشه برخی از پلاگین هایی برای مثال ماکسان سینما فوردی آتودسک تری دی آتودسک مایا نیوتک لایت وی و براش فور یا بعد از اون نیاز هستش که ما برای سیستممون بهتر نصب باشه تا بتونه همراه با این نرم افزار خروجی بهتری از پروژه خودمون داشته باشیم بعد از اینکه این موارد برای سیستم ما مهیا شد و ما شرایط رو برای نصب نرم افزار مهیا کردیم نرم افزار رو برای سیستممون نصب میکنیم و بعد کار با اون رو شروع میکنیم